ناراحتی شهرام عبدلی از وضعیت زندگیش قبل از فوتش همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. ویدیویی از مصاحبه زندیات شهرام عبدلی در زمان حیاتش منتشر شده بود که در این ویدیو زندیات شهرام عبدلی از وضعیت زندگی هنریش بسیار گله‌مند و ناراضی بوده. در این ویدیو آقای شهرام عبدلی گفته بودند: از اینکه بازیگر شدم اصلا راضی نیستم. ای کاش هیچ وقت بازیگر نمی شدم. زندگی بیشتر هنرمندان خوب نیست و بیشترشون با فقر دست و پنجه نرم می کنن. فقط 5-6% دستمزدهای میلیاردی دارن. من متاسفانه به جز حرفه بازیگری هیچ شغل دیگه ای ندارم. بازیگری به زندگی خانوادگیم و رابطه زناشوییم ضرر و آسیب رسوند. بیشتر وقتها من در شهرستانهای مختلف بودم. نه تعطیلی خاصی، نه دستمزد درست حسابی، نه هیچ چیز دیگه. فقط همش باید کار میکردیم تا بتونیم هزینه های زندگی روزمرمون رو تامین کنیم. فقط تا همین و دیگه پس اندازی هیچ چیزی برامون باقی نمیموند. شهرام عبدلی همچنین اعلام کرد: من بدون هیچ پشتوانه و بدون هیچ پارتی وارد عرصه بازیگری شدم. پدر و مادرم مخالف نبودند، اما جزء موافقا هم نبودند، چون فکر میکردند حرفه بازیگری یه جور علافیه. البته اینطور تصور میکردند. من هرگز دوست ندارم بچه هام در آینده بازیگر بشن. عاشق بچه هام هستم و بهترین روز زندگیم به دنیا آمدن بچه هام هستش. دوست داشتم خیلی زودتر ازدواج میکردم و خیلی زودترم بچه دار میشدم. از همسرم و بچه هام بسیار راضی هستم و عاشقانه دوستشون دارم. همچنین همسر زندیات شهرام عبدلی هم روز گذشته در مراسم خاک سپاری آقای عبدلی بر سر تابوتشون سخنرانی کردند و این چنین گفتند: شهرام یک پدر نمونه برای بچه هاش بود. شهرام عاشق پسرامون آرتین و آدریان بود. هیچ پدری رو مثل شهرام ندیده بودم. واقعا با تمام وجودش در هر شرایط و در هر حالی که بود برای تامین هزینه های زندگیمون تلاش میکرد. حتی روزای آخر مبتلا به ویروس شده بود و خب حالش زیاد خوب نبود. هرچقدر بهش گفتم بیا پیش بچه ها به خاطر بچه ها برگرد، گفت نه، من به کارم تعهد دارم و هر روز میرم سرم میزنم و باید متعهد به کارم باشم. به هر صورت موند و در مشهد هم رفتنی شد. یعنی میخوام بگم که همسرم شهرام خیلی زیاد به کارش متعهد بود و عاشقانه من و بچه هاش رو دوست داشت و هر کاری دستش برمی اومد برای زندگیمون انجام میداد. این هم گفته های همسر زندیات آقای شهرام عبدلی بود. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به جزئیات مراسم خاک سپاری زندیات شهرام عبدلی. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. شهرام عبدلی متولد 29 اردیبهشت سال 1355 در اسلام شهر، یکی از بازیگران بسیار جوان مشهور سینما و تلویزیون کشورمون بود که برای بازی در یک فیلم در مشهد حضور پیدا کرد و ناگهان زمانی که در هتل به سر می برد با شنیدن یک خبر تلخ شوکه میشه و در نهایت حالش بد میشه و وقتی به بیمارستان مراجعه میکنه متوجه میشن که ایشون به علت خونریزی مغزی با افت هوشیاری مواجه هست و در نهایت شهرام عبدلی عزیز به کمای عمیق فرو میره. شهرام عبدلی بعد از اینکه 2 روز در کمای عمیق به سر می برد، نهایتاً روز گذشته جان خودش رو در 46 سالگی از دست داد. هومن حاج عبداللهی با منتشر کردن یک پست دردناک برای درگذشت شهرام عبدلی نوشت:
شهرام، انگار فقط منتظر این بودی که دوتا پسرات بیان مشهد بیمارستان بالای سرت و دستاتو بگیرن و بعد برای همیشه با این دنیا خداحافظی کنی و ابدی و آسمانی بشی. شهرام عبدلی روز گذشته در حرم مطهر امام رضا با حضور جمعی از هنرمندان و دو فرزندش و همسرش و جمعی از خادمان تشییع شد و در نهایت امروز صبح به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر مرحوم شهرام عبدلی امروز یک شنبه مبارک 7 اسفند از ساعت 10 صبح در خانه هنرمندان با حضور هنرمندان و علاقمندان برگزار شد. پیکر زنده یاد شهرام عبدلی، بازیگر بسیار بی‌حاشیه سینما و تلویزیون کشورمون، هم روز گذشته در مشهد تشییع شد و سپس به تهران منتقل شد. در این مراسم هنرمندانی چون کوروش سلیمانی، جواد هاشمی، شهره سلطانی، آناهیتا همتی، میرطاهر مظلومی، گیتی معینی، رضا توکلی، شکر خدا گودرزی، امیر رضا دلاوری، رابعه اسکویی حاضر شدند. شهرام عبدلی از روز جمعه به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان قائم مشهد بستری بود و سطح هوشیاری او پایین آمده بود و در نهایت روز شنبه 6 اسفند چشم از جهان فرو بست. میرطاهر مظلومی در ادامه با تسلیت خانواده عبدلی گفت: زمین به خاطر حضور برخی آدم هاست که نفس می کشد. والله که عبدلی یکی از همانها بود. او با شرف، نجیب و محترم بود. ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، هم گفت: غم بزرگی است. همه کسانی که شهرام را از نزدیک می شناختند شیفته اخلاق و معرفت او بودند. همانطور که گفته شد، شما عزیزان هنرمندان را در قاب می بینید و ذهنیتی از بازی و نقش اونها دارید، اما از اخلاق و منش اونها بی خبرید و ناکامی ها و تحمل رنج هایشان را نمی بینید. همچنین رئیس خانه تئاتر در ادامه گفت: شهرام عبدلی در خیابان به شما لبخند می زد، ولی هر یک از هنرمندان مشکلات فراوانی دارند. ما در جایگاه سن در خانه تئاتر می دانیم چه رنجی می کشیدند و تمام سختی ها را باهاشون کنار میان تا اثری خلق کنند که اگر اثرگذار باشد. ما انتظار نداشتیم شهرام عبدلی به این زودی از میان هنرمندان برود. شهرام یکی از بی‌حاشیه‌ترین هنرمندان بود و در گذشت او را به همه جامعه و خانوادش تسلیت می‌گویم. با کارهایی که در عرصه تصویر کرد، همواره نامش در تاریخ هنر این کشور ماندگار خواهد ماند. همچنین امیر رحیم‌زاده، تهیه کننده سریال آسوده باش، گفت: شهرام مدت کوتاهی در پروژه همراه ما بود، اما در همین مدت آسودگی رو به همه ما آموخت. تمام سعی و تلاش ما این بود که شهرام عزیز با پای خود از بیمارستان بیرون بیاید، اما تقدیر این نبود. او در روز افتتاحیه سریال نکته‌ای گفت که جالب بود و این بود که همه ما که اینجا هستیم از امام رضا دعوتنامه داریم. این تهیه کننده در ادامه صحبتهاش گفت: 24 ساعت قبل از فوت شهرام با خبر شدیم. خدام حرم امام رضا اعلام آمادگی کردند که با پرچم گنبد به بیمارستان برند. به دلیل بحث‌های بهداشتی و شرایط بیمارستان ملاحظاتی وجود داشت، اما دوستان آنجا حاضر شدند. همسر شهرام از خدام خواست که با اتاق کناری شهرام که یک کودک فلج در آن بستری بود هم بروند. امروز از بیمارستان قائم مشهد خبر رسید که آن کودک فلج بهبودی پیدا کرده. در پایان مراسم با اعلام سید جواد هاشمی، نماز میت به امام جماعت حجت الاسلام سرلک بر پیکر زنده‌یاد شهرام عبدلی اقامه و پیکر این هنرمند به سمت بهشت زهرا بدرقه شد. بسیاری از هنرمندان همچون خانم لاله اسکندری و آقای امین حیایی هم در مراسم خاک سپاری شهرام عبدلی حضور داشتند و در نهایت این بازیگر بسیار مهربان و بی‌حاشیه سینما و تلویزیون در آرامگاه ابدی خود به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
بسیاری میگویند شهرام عبدالی نخستین هنرپیشه‌ای بود که به شکل عمومی به موضوع مرگ مهسا امینی واکنش نشون داد و انتشار تصویری از او بر تخت بیمارستان در پیج اینستاگرامش به خانواده او تسلیت گفت. بسیاری از کاربران و همکاران شهرام عبدالی به درگذشت او واکنش نشون دادند و او را بازیگر مسلط نقش‌های منفی و همزمان شخصیتی بسیار دوست داشتنی و محبوب و مهربان توصیف کردند. آن چیزی که در تشییع پیکر زنده یاد شهرام عبدالی سوژه دوربین ها شد، اشکای بیقرار دو فرزند شهرام عبدالی بر تابوت پدرشون بود. واقعا تسلیت عرض می کنیم به جامعه هنری که همچنین هنرمند محبوبی رو از دست داد و در نهایت همچنین به خانواده این عزیز درگذشته هم تسلیت عرض می کنیم. دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو راجع به شهرام عبدالی بازیگر جوان سینما و تلویزیون کشورمون در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و لطفا ویدیو همون رو لایک کنید، کامنت بذارید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی نظیر انگلیس و سوئیس و آلمان و اتریش و فرانسه و شهرهای مختلفشون لطفا شیر بکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. و همچنین اگر به موضوع خاصی علاقمند هستید یا هنرمند خاصی علاقمند هستید که براتون ویدیو تهیه کنیم، لطفا در قسمت کامنت ها برامون کامنت بذارید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدیمون باشید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.